با سلام خدمت دوستان در جلسه امروز که ایجده اردویشت 1400 هستش ما به مفهومی میپردازیم که در صحبت قبلی که کردیم که در مورد چارچوب پروپوزال های یا به صلاح اون پیشنهادهای پژوهشی یا های استیتمنت هایی که مطرح میکنید من انجام دادم یک مفهوم تکمیلی مطرح شد که اون این بود که نتیجه که ما اونجا گرفتیم بود که باید اینها کارهایی که انجام میشه باید در خودش یک نوع مفهوم سازی داشته باشه یعنی مفهوم سازی از واژه مفهوم میاد که ما در فارسی واژه مفهوم ترجمهش شده از واژه کانسپت واژه کانسپت و, و مفهوم سازی ترجمه هستش از کانسپتوالیزیشن کانسپتوالیزیشن یعنی کانسپتوالیزیشن که یک نمونهش در حقیقت که میتونه یک نفر این رو مطرح کنه و میتونه uh, چندین نفر یک موضوع رو uh, مطرح کنن به عنوان مثال من رفرنستون میدم به کتابی که ما چند سال پیش منتشر کردیم تحت عنوان که توی چیز میتونید پیدا کنید توی گوگل میتونید پیدا کنید تحت عنوان Conceptualizing Iranian Anthropology Conceptualizing Iranian Anthropology ام... Um, که این کتابی بود که زیر عنوانش هم از Past and Present Perspectives uh, Conceptualizing Iranian Anthropology Past and Present Perspectives که این کتابی است که ویراستارش خانم نجم آبادی بود و در این کتاب uh, فکر کنم در ده, ده دوازن ما بودیم که در این کتاب در مورد انسان شناسی در ایران صحبت کردیم در یک کنفرانسی بود که در آلمان برگزار شده بود و بعد این کتاب تبدیل شد به یک کتابی که کتاب خیلی خوبی هم هستش و میتونید ببینید و فصل پنجمش رو من نوشتم و این فصل اتفاقا هستش اینه که روی گوگل اگه برید در گوگل بوکس این فصل فکر کنم بازه و میتونید بخونید این فصل رو به زبان انگلیسی البته و خب در اینجا یک کار جمعی بود یک کاری بود که تعداد مثلا در نفر آمده بودن به کانسپتوالایز کرده بودن یعنی مفهوم سازی کرده بودن مفهوم سازی یعنی چی؟ یعنی به وجود آوردن یک سازه و یک ساختاری که پژوهش میتونه روی اون بشینه من یک تمثیلی به کار بردم در بحث اولم که در کلاس قبلی انجام دادم گفتم وقتی شما یک ساختمون دارید الان ساختمون ها برحال از معماری اگه آشنا باشین دو تیپ سازه دارن یکی مثلا دو تیپ سازه مهم دارن حالا ممکنه ترکیب های دیگه و اشکال دیگه هم باشه ولی یکی مثلا میگن ساختمان های بتونی که این بهش میگن سازه بتونی یکی هم سازه برحال اسکلت فلزی خب که این دو سازه قوانین خاصش دارن خاص خودشونو دارن زوابط خودشونو دارن پیوندهای های خودشونو دارن اجزای خودشون دارن،, دارن و غیره ولی وقتی یک سازه بتونی بود یک ساختمانی میتونه توش به وجود بیاد و این 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 ساختمان هم بشه یک ساختمان بتونی یا, یا،, یا یک ساختمان با اسکلت فلزی اون اسکلت بندی که خودش یک ریشه بیولوژیک هم میتونه داشته باشه یعنی مثل م... که اصولا از همونجا این فکر آمده که ما بدنمون ترکیبی از سازه های مختلفه که یکی از این سازه ها که مهمترینش هم شاید باشه سازه استخانی ما هستش یعنی ما یک اسکلت داریم که این اسکلت دست و پا و ستون فقرات و چون دارم دنده ها و سر و غیره و اینها همه تو این اسکلت هست شما اگر فرض کنید روی نقشه های بیولوژیک نگاه کنید و برید توی اینترنت خیلی راحت میتونید پیدا کنید شما اگر مثلا بیاید ساختار اسکلتیک که بدن انسان رو نگاه کنید خب این هم تو ذهن همتون هست چون این بیشترین نوع سازه است که بهش رفرنس داده میشه در مورد بدن ولی درست مثل همین سازه شما یک سازه نظام نظام گردش خون دارید که این سازه نظام گردش خون رو هم میتونید به صورت یک شکل پیدا کنید روی اینترنت و باز این سازه هم جوریه که شما فقط رک ها رو میبینید سیاه رک ها موی رک ها سیستم زنکه و قلب رو میبینید و غیره ولی کاملا از لحاظ شکلی که ایجاد شده شما میتونید تشخیص بدید که این یک انسانه همین رو باز میتونید از توی سیستم نظام عصبی ببینید مغز و اعصابی که در بدن پخش شده رو وقتی شما به صورت مجزا ببینید دقیقا میبینید که انسان رو میتونید از این تشخیص بدید بنابراین در اینجا این نظام گردش خون نظام عصبی نظام استخوانی انسان هر کدوم اینها سازه های مختلفی است که مفهوم انسان رو به وجود آورد مفهوم بیولوژیک انسان رو به وجود آورد انسان طبعا صرفا یک مفهوم بیولوژیک نیست بلکه یک مفهوم فرهنگی هم هست خب در مفهوم فرهنگی انسان چه جوری تشکیل شده تشکیل شده از یک مفهوم زبانی یا چند زبانی که این دوتا مفهوم متفاوت هستش ولی اغلب انسان ها انسان های تک زبانی هستند که بعدا زبان های دیگر یاد میگیرن زبان های انسان های هم هستند که از ابتدا چند زبانن. مثل کسانی که توی یک قومیت به دنیا آمدن یا کسانی که توی کشورهای مختلف حرکت کردن اینا پولیگلوت میشن چند زبان میشن ولی اکثر انسان ها یک زبان مادری دارن که تو همون تربیت میشن زبان های بعدی رو بعد یاد میگیرن خب این یکی از مسئله سنت ها یک نوع دیگه از به وجود اومدن کانسپت انسان فرهنگی است میراث تاریخی که هر انسانی به دنبال خودش حمل میکنه حافظه تاریخی که هم میکنه هویت های مختلفی که داره از هویت خانوادگی بگیرید تا تمام هویت های دیگه ای که به دست میاره توی تربیت و تجربه زیستیش سلایقی که داره سبک زندگی که داره دوستانی که پیدا میکنه شبکه دوستانش شبکه به کارهاش و شغلیش شبکه ارتباطاتیش شبکه روابط فرهنگیش و روابط اجتماعیش و غیره همه اینا مفهوم انسان رو میسازه و وقتی این انسان ها با هم ترکیب میشن بعد اون موقع شما وارد نظام های اجتماعی میشین و شبکه های اجتماعی میشین بعد مفهوم شهر میاد بیرون مفهوم جامعه میاد بیرون مفهوم مدرسه میاد بیرون و غیره که بخش از اینها مادی هستش مثل مدرسه یک مفهوم مادی یک سازه مادی است ولی یک سازه فرهنگی هم درش وجود داره و هر کدوم از اینها نباشن اون یکی نمیتونه وجود داشته باشه شما نمیتونید یک مدرسه ای داشته باشین که صرفا در و دیوار و تخته و صندلی و کلاس و غیره باشه ولی توش دانش, دانش آموز و معلم و غیره وجود نداشته باشه و درس وجود نداشته باشه همونطور که عکسش هم نمیشه دانشگاه هم, هم همینطوره شهر هم همینطوره و غیره و اگر اینها با هم تضاد هم داشته باشن مشکل ایجاد میشه الان یکی از بزرگترین مشکلاتی که ما در جامعه داریم عدم خانایی سیستم های به همین نظام های مختلفی که با هم دیگه خانایی ندارن مثلا شکلی که جامعه ما داره الان با مفاهیمی که درش وجود دارن هماهنگی نداره خیلی از آدم های مدرن هستند که شکلشون مدرن نیست خیلی آدم های غیر مدرن هستند و با افکار خیلی عقب افتاده هستن که شکلشون شکل مدرنه خب اینا خانایی ندارن این عدم خانایی شکل و محتوا هست که ایجاد تنش و تناقض مفهومی میکنه و کانسپتوالایز کردن رو مشکل میکنه این نیست که کانسپتوالایز کردن رو غیر ممکن کنیم کما اینکه ما امروز میتونیم از جامعه ایران یک تصویری بدیم که این تصویر در حال حاضر میتونه کم و بیش با واقعیت انتباق داشته باشه البته در طول تاریخ مشخص خواهد شد که چقدر قضاوت های ما درست بوده و چقدر قضاوت های ما غلط بوده همین الان وقتی شما فرض میکنید که میایید و سفرنامه های قرن 18 رو میکنید تقریبا از قرن 18 شما سفرنامه های راجب ایران رو دارید آقای دکتر یگانی اینها رو توی پزشکای به صلاح فرهنگ ارتباطات چند کتاب در این مورد منتشر کرد طبعا تمام خیلی از سفرنما ها منتشر شد و این سفرنما ها رو بخونید مثلا از قرن 18 شما دارید تا قرن 20 و تعداد زیادی هستن این سفرنما خب شما وقتی این سفرنما رو میخونید میبینید که مثلا یک کسی که آمده به ایران 300 سال پیش، 200 سال پیش، 100 سال پیش، 150 سال پیش, ست سال پیش، ست این جامعه رو کانسپتوالایز کرده یعنی مفهومسازی سازی کرده و این مفهوم سازی باعث شده که یک تصویری از این جامعه بده خب بعضی از اینا میبینید که واقعا حرفهایی که زدن خیلی خیلی بی ربطه اصلا هیچ معنی نداره چرا چون حاصل یک درک سطحی از جامعه بوده برخی دیگه از اینها میبینید که انقدر دقیقه که درست مثل اینه که از همین دیروز اینجا همه صحبت کرده یعنی این به این برمیگرده که اون مفهوم سازی چقدر با دقت انجام شده بعضی ها بهتر این کار رو انجام دادن بعضی ها بسیار بدتر انجام دادن و بخشیم. و این تجربه به نظر من تجربه بسیار خوبی است که شما میتونید از مفهومسازی بکنید که ببینید این فرد چطور این کار رو کرده مونتا سفرنامه خودش یک ژانر ادبیه که از ملاحظات اون ژانر هم حرکت میکنه حالا همین رو میتونید بگیرید و از یک رساله یا از یک کتاب یا از یک مقاله یا از هر نوع پژوهش دیگه که ما اینجا قالب های مختلف رو برای همین به شما معرفی میکنیم که میگیم کار کنید توش از یک درست کردن یک پاورپوینت گرفته تا درست کردن یک م... تا نوشتن یک مقاله کوتاه یک مقاله بلند یا یک یادداشت یا یک گزارش تصویری یا انجام دادن یک مصاحبه یا هر چیز دیگه اینها قالب های مختلفی است که میشه کانسپتولایز کردن رو از خلال اینها انجام داد اما برای اینکه این کار رو شما بکنید احتیاج به یک به یک ابزاری دارید که معمولا به این میگن خط راهنما بهش میگن conducting لاین مثلا به انگلیسی یعنی که خطی که باید شما رو هدایت کنه شما این خط رو میتونید در ابتدای کارتون به صورت یک خط مفروض در نظر بگیرید و بعد بنا بر تجربه کاری که دارید انجام میدید در اون تغییراتی ایجاد کنید نه دوچار محافظ کاری بشید و ترس از پژوهش این میتونه در قالب همون مفهوم پر... پرسمان یا پروبلماتیک یا مفهوم فرضیه هم مطرح بشه مثلا من یک نمونه یک خط پژوهشی رو که بر اساس اون میشه مفهوم سازی انجام داد به شما میگم مثلا در مسئله زنان خب در مسئله زنان موضوع جنسیت ما یک خط پژوهشی که میتونیم دنبال کنیم اینه که زنان در ابتدای این قرن در ابتدای قرن بیستم یعنی در حدود 100 سال و پیش 120 سال و پیش زنان کاملا در ایران ای بودن درونی بودن حضور بیرونی نداشتند این معناش این نبود که هیچ نفوذی نداشته باشن ولی این نفوذ صرفا یا بیشتر عمدتا میتونیم بگیم در اکثر قریب به اتفاق موارد از داخل سیستم خانوادگی انجام میشد مثلا تأثیری که میذاشتن روی تربیت فرزندانشون بود فرزندان پسر تأثیری که میذاشتن روی همسرانشون و غیره روی برادرانشون و اینکه ما میبینیم که یک مثلا تمایل بسیار آشکار در زنان وجود داشت در گذشته به پسر داشتن دقیقا به خاطر این بود که از طریق پسر به نوعی زن میتونست نفوذ اجتماعی هم داشته باشه ولی این پسر میتونست وارد جامعه بشه میتونست مقام بگیره میتونست بالا بره تو جامعه و غیره در حال که خود زن چنین موقعیتی رو نداشت و الان که در تحول همین مسئله نگاه میکنیم که اونجوری نیست که پسر دوست بودن و پسر خواستن به عنوان نوزاد به عنوان کودک داره از بین میره به این معنی نیست که پسر کسی نخواد ولی اینطور هم نیست که مثلا کسی که پسر دار نشه مثلا مثل قدیم هفت تا هشت بچه درست که یکیش تو بشه چرا چون اون اختلافی که در قدرت مردان و زنانه بود رو به ضعف رفته از بین نرفته ولی رو به ضعف رفته یه خط هدایته که زنان از یک موقعیت بسته درونی صرفا خانوادگی به تدریج با جنبش مشروطه خارج میشن میان بیرون انجمن نسوان تشکیل میده میشه زنان باسواد میشن و هر همونطور که باسواد میشن مطالبات بیشتری پیدا میکنن حضور بیشتری میخوان باز این ادامه پیدا میکنه فراز و فرودهای های زیادی داره زنان به یک اوج میرسن باز سقوط میکنن و باز ادامه میدن تا امروز که جز زنان در جامعه ما نقش بسیار مهمی دارن در دنیا هم, هم همینطور این فراز و فرودی که من گفتم در دنیا هم در همین قرن اتفاق میفته مثلا امروز میتونیم بگیم می که و همه میگن یکی از دلایل اصلی و اگر نگیم اصلی ترین دلیلی که ترامپ در انتخابات آمریکا شکست خورد زنان بودن رأی زنان بودن و به همین دلیل هم هست که شما میبینید که جانشین او وقتی میاد و دولت خودش رو تشکیل میده به شکل گسترده زنان رو بهشون مسئولیت های بزرگ داده مسئولیت های که اصلا قابل تصور نبود حتی 20 سال پیش که به یک زن داده بشه یا به یک اقلیت داده بشه و غیر اینا خب پس خط که ما رو هدایت میکنه این هستش که زنان خروجشون از خانه اهمیت داشته خروجشون از سلول خانوادگی یعنی خروجشون از یک انحصار در سلول خانوادگی اهمیت داشته کار کردنشون اهمیت داشته حضور اجتماعیشون اهمیت داشته حتی با وجود اینکه نرخ اشتقال زنان پایین بود در ایران بسیار پایینه بوده سیزده درصده زنان ورودشون به سیستم اجتماعی از طریق هنر از طریق دخالت دقالت های سیاسیشون دقالت های اجتماعیشون مطالباتشون و غیره خیلی پررنگ بوده و به همین جهت هستش که خب موقعیتی دارند که امروز تونستن بهش برسن که هرچند موقعیت خیلی ممکنه مطلوب به نظر نرسه زیر فشار باشن زیر ستم باشن ولی زناندگی دیگه, دیگه یک مفهوم نیست که بشه به این سادگی نفیش کرد و حتی زنانگی یک مفهوم نیست که بشه بهش حمله کرد در جامعه ایران حتی از بالاترین مقامات بگیرید تا هر کس دیگه ای امروز کسی به سادگی نمیتونه یک گفتمان زن ستیز داشته باشه این به سرعت ریجکت میشه به سرعت دفع میشه از لحاظ اجتماعی یعنی جامعه از این لحاظ کاملا تغییر کرد در حالی که این اصلا اینطور نبود تا تا سی سال پیش هم اینطور نبود چل سال پیش 50 سال پیش هم اینطور نبود خب این یک خط کن... هدایت کننده است که یک مفهوم به ما میده که میتونیم برای این اساس مفهوم سازی کنیم رابطه رابطه‌ای که بین مفهوم سازی و نظریه پردازی وجود داره یک رابطه‌ای که واقعا باید بهش توجه داشت من در صحبت که قبل از همین صحبت در اینجا داشتیم گفتم نظریه پردازی یعنی دادن ایده های کاملا جدید یا نسبتا جدیدی که به دلیل همین جدید بودنشون به دلیل ابداعی بودنشون به دلیل خاص بودن و تاثیرگذار بودنشون بسیار محدودن من گفتم شما اگر بخواید مثلا چند تا جامعه شناس رو نام ببرید توی فرانسه که زود به ذهنتون میرسه مثلا از ابتدای قرن بیستم امیر دورکیم هستش بعد مارسل موس هستش بعدش بیاین جلو تا برسین مثلا فرض بکنید تا امروز به بوردیو و امسالومون خب اینها ولی بین چند نفر هستش باید بین توجه کنید بین ده ها هزار جامعه شناس که این جامعه تربیت کرده و هر کلی کتاب نوشتن و غیر و اینا ولی اینها نظریه پرداز شدن اینها تاثیرگذاری اجتماعیشون بسیار بالاست بنابراین اصولا نظریه پرداز بودن و نظریه پردازی رو با مفهومسازی سازی اشتباه نکنید مفهوم سازی یعنی اینکه شما یک سازه بسازید و روی اون سازه پژوهش خودتون رو بیان کنید نظریه پردازی یعنی اصلا شما همین مفهوم به سلام اون سازه را اصلا ابداع کنید کسی که آمد برای اولین بار مفهوم سازه فلزی رو مطرح کرد یا سازه بتونی رو مطرح کرد یا یک چیزی به این شکل رو مطرح کرد این طبعا اسمش باقی خواهد مون به دلیل اینکه کاری کرده که واقعا هیچ کس تصور نمی کرده که بشه انجام داد در هر زمینی باشه هنر باشه برز بکنید معماری باشه نظری پردازی جامعه شناسی باشه روان شناسی باشه و غیره این میمونه ولی سایر موارد مفهوم هستش که باید شما انجام بدید چطور باید مفهوم سازی کرد چطور باید کانسپت concept, کانسپتوالایز کرد یک موضوع رو برای اینکه موضوعی رو کانسپتوالایز بکنید شما روش های مختلفی دارید اول باید اون موضوع رو یکی از اولین روش‌ها اینه که ببینید دیگران چیکار کردن ببینید ما از وقتی از نظری پردازی صحبت کردیم از ابداع صحبت کردیم یعنی چیزی رو از صفر شروع کردن گرچه من معتقدم هیچ چیزی از صفر شروع نمیشه این بحث نسبی است ولی در ابداع خیلی بیشتر از صفر شروع میشه تا در تقلید ما از در تقلید یعنی چی یعنی اینکه شما بیاید وقتی میخواید روی موضوع خاصی کار کنید یک نفر من میگه که من میخوام روی موضوع نمایش در دهه کار کنم ما میگیم خب برو ببین چه موضوع چه کسانی در این مورد کار کردن چه کتابایی نوشته شده چه فیلمایی ساخته شده همینا رو ببین ببین با چه کسانی میتونی صحبت کنی راجع به اون دهه و غیره اینها رو که شما داشته باشید عناصر اولیه رو برای مفهوم دارید تو این صحبت هایی که با افراد مختلف رو کنید به تدریج به پهنه هایی میرسید که ما به اینا میگیم پهنه های مفهومی مشترک یعنی حالا در انگلیسی به این ها میگن کامنز کامنز سی او دبل ام او ان که کامنز کامنز یعنی مشترکات شما میرسید به یک سری مشترکات معنایی یک سری مشترکات یا به یک سمانتیک مشترک که این هم نسبی هستش نه اینکه میگم همه یک چیز رو میگن ولی شما میبینید همه به چیزهای خاصی اشاره میکنن به موضوعات خاصی میپردازن در ذهن همه به یک نوعی یک مسئله جا افتاده بعد همین رو در کتاب ها پیدا میکنید همین رو در فیلم ها پیدا میکنید به این ترتیب میبینید که مشترکاتی شما دارید این مشترکات اون عناصری هستش که باز هم کمک بیشتری به شما میکنه که مفهوم سازی کنید بعد از اینکه این عناصر این رو هم پیدا کردید حالا باید روابط رو پیدا کنید روابط یعنی چی یعنی که این عناصر مهمی که شما پیدا کردید چطوری با هم رابطه برقرار میکنم مثلا بهتون میگم در همون خط راهنمایی که بهتون اشاره کردم در مورد زنان اینکه زن از انحصار نظام خانوادگی خارج میشه یعنی نقشش صرفا از نقش مادر زن همسر خواهر و غیر گسترده تر میشه این چه ارتباطی داره با زنی که در جامعه شروع میکنه به کار کردن و با محیط های کاری مختلف از یک محیط کارگری بگیرید تا یک محیط های کاری که از لحاظ سلسله مراتب اجتماعی از لحاظ سرمایه فرنگی از لحاظ سرمایه اجتماعی از لحاظ سرمایه اقتصادی بالاتر مثل یک زن رئیس کارخونه یک زن جراب و یا یک مدیر خیلی عالی رتبه و غیره خب چه ارتباطی بین این دو میشه ایجاد کرد چه اتفاقی اینجا میفته که این ارتباط ایجاد میشه یا فرض بکنید رابطه که بین زنان به وجود میاد با هنر ما همه میدونیم که مثلا هنر اه... یکی از اصلی ترین عناصری هستش که در قرن در صد سال اخیر زنان رو به یک موقعیت برجسته رسونده در ایران و خب ما باید اینو رو ببینیم که چه هنری کدوم هنر هنرهای تجسمی هنرهای تصویری هنرهای نمایشی کسانی که وارد اینها میشن چه کسانی بودن چطور این هنر رو ربطش میدن به موقعیت خودشون به عنوان زن و غیره یا فرض بکنید یا اون سال دیگه سیاست دخالت زنان در سیاست یکی از عناصر یکی تقریبا میتونیم از همون مشترکات بگیم هست یعنی یکی از عناصر بسیار مهم بوده در اینکه زنان بتونن اجتماعی بشن و تأثیر گذار بشن از انقلاب مشروطه بگیرید تا نهزت های مشروط مثل نهزت نفت تا به خصوص انقلاب اسلامی تا بعد از انقلاب اسلامی تا امروز زنان همیشه دخالتشون در حوزه سیاسی مطالبگیری هاشون مبارزاتشون جنبش زنان و غیر و غیره یکی از عناصری بوده که سوا اینکه اصلا هدفش چیه یک قالبی بوده که این قالب باعث شده که زنان بتونن اجتماعی بشن ولی رابطه این قالب فرض بکنیم با قالب هنری که قبلا ما ازش صحبت کردیم چیه رابطه این با موقعیت اجتماعی این زنان چیه ده با حوضای دیگه چیه من در این مورد یک سری از گفتارهای عمومی رو اه، اه، این موضوع اختصاص دادم که میتونید برید و اونجا این رو بخونید عنواری ما داریم که میتونید توی, توی گوگل دنبال کنید تحت عنوان intersectionality intersection یعنی چهار راه تقاطع intersectionality یعنی یک تیپی از رابطه بین این عناصر مختلف که اینترسکشن بینشون ایجاد میکنه تقاطع ایجاد میکنه یکی از مباحث مهمی که الان در فمینیسم مطرح هستش که یک زن رو صرفا نمیشه از یک بود بررسی کرد و این به طور کلیتر در همه موارد دیگه هم مطرح خیلی نزدیک به همون بحثی که بین رشته ها میکنن به همون بحثی که نظریه پیچیدگی در نزد کسی مثل زاید کار مطرح میکنه خب پس ما اناسور رو که داریم روابط رو داریم بعد باید این روابط رو در یک دینامیسم بررسی کنیم که این دینامیسم یعنی یک پویایی این روابط روابط ایستا نیست روابط استاتیک نیست بلکه روابط پویا است روابطی است که این عناصر با همدیگه برقرار میکنند و یک شکل به تحولی داره یعنی تغییر میکنه و در این حال یک شکلی داره که جاریه بنابراین ما با دو تیپ از زمان روبرو میشیم یکی زمانی که بهش میگیم زمان سنکرون یا سنکرونیسم که سنکرونیسم یعنی همزمانی به فارسی ترجمه شده یعنی موقعیت که شما دارید از موضوع صحبت میکنید در یک زمان واحد مثلا زمان خودت سنکرونیسم معمولا به زمانی که خود پژوهشگر درش قرار داره گفته میشه یک موقعیت دیگه هم موقعیت دایاکرونیسم است کرونوس یعنی زمان دایاکرونیسم یعنی در زمانی که زمان رو, رو روی یک خط تاریخی بررسی میکنه که در اینجا مسئله شما اینه که موضوعی که دارید بررسی میکنید توی خط تاریخی چطوری قرار میگیره این موضوع رو در ده سال، 20 سال، سی سال گذشته چه تحولی در اون دیدید؟ یا بحث دخالت دادن عنصر کمپاروژن یعنی عنصر تطبیق مقایسه بین یک پرسشی همین وضعیت که در مورد زنان ایران هست فرض بکنید در مورد زنان استرالیا چی بوده در مورد آمریکا چی بوده در مورد فرانسه چی بوده در مورد پاکستان چی بوده در مورد هندوستان چی بوده اینا رو وقتی با هم مقایسه میکنید باید میرسید به یک سری شماها به یک سری شکلها به یک سری مفاهیم که مشترکه ولی همینطور میرسید به میزان زیادی از تفاوت ها مثلا یکیش رو بهتون میگم که در همین به اصطلاح بحث مفهوم سازی از موضوع زنان در ایران مطرحه این که مثلا در ایران کار بیرونی زنان اونقدر نقش نداره که در جهان داشته در اجتماعی کردنشون دلیل این مثلا اینه که تقریبا ورود زنان به حوزه اجتماعی اگر از اون اشکال خیلی خاص مثلا در حوزه سیاسی در دوره مشروطه و غیره بگذریم مربوط میشه به زمانی که ایران داره درآمد نفتی میشه و چون ایران وارد درآمد نفتی میشه اصولا کار ارزش خودش رو به عنوان یک سیستم اجتماعی مهم از دست میده کار واقعا صنعتی کار تولیدی و غیره و جامعه میره به طرف پولی شدن این پولی شدن روی مردم هم تاثیر میگذاره ولی خب یکی از مهمترین تاثیراتش این هستش که جامعه رو از اینکه بخش بزرگی از اون کار بکنن تا بتونن اجتماعی بشن نیاز رو از بین میبره زنان میتون زنان میتونن باسم به کار نکردن به نوعی ادامه بدن و کمان که این یک الگویی شده که الان هم هنوز وجود داره خیلی زنان حالا به بانه های مختلف وقتی میرن سر کار کار رو تعمل نمی کنن و برمیگردن تو خونه ترجیم میدن برن در همون نقش زن خاندار اونجا احساس راحتی بیشتر میکنن، مشکلات کمتره و غیر و غیره و خب همه اینها باعث میشه که اون الگو تداوم پیدا کنه وقتی شما همه اینها رو با هم مقایسه میکنید میرسید به اون مفهومی که یک گفتمان منسجم به وجود میاد یعنی وقتی شما صحبت میکنید میشه فهمید که چی شما میخواید بگید تزتون چیه حرفتون چیه این حرف باید به قابل خلاصه شدن باشه به چند خط به مثلا در دو دقیقه هم بتونید حرفتون رو بزنید و یک آدم عادی هم باید حرف شما رو بفهمه وظیفه علم این نیستش که بیاد و یک حرفی بزنه که اصلا تاله هیچ کسی نزده وظیفه علم اینه که این حرف رو با استفاده از ابزارهای علمی بزنه با استفاده از روش بزنه این اون رو متفاوت میکنه با این حرف که این گزاره که یک آدم عادی این رو بزنه و این کانسپتوالیزیشن است کجا این با نظریه رب پیدا میکنه نه با نظریه پردازی نظریه پردازی اصلا یک چیز دیگه است فراموشش کنید با نظریه زمانی رفت پیدا میکنه که شما برای رسیدن به همین مفاهیم مجبورید های زیادی بخونید با آدمهای مختلفی مراجعه کنید نظریات مختلفی رو بخونید و غیره خب همه اینها باید رفرنس بشه برای شما باید استنادهایی باشه که بهش استناد میدید و اینجا استنادها معنا پیدا میکنه یعنی ما میفهمیم که این مفهوم رو شما از کجا آوردید که دارید باش صحبت میکنید از کجا به این رسیدید که مثلا زنان در سیستم خانوادگی بودن بعد بیرون آمدن بعد وارد سیستم اجتماعی شدن و وارد مفهوم سیاست شدن توی انقلاب مشروطه شرکت داشتن توی انقلاب اسلامی شرکت داشتن امروز توی جنبش های مطالباتی شرکت دارن و غیره تمام این مباحث رو شما بر اساس چه رفرانس مطرح میکنید اینجا اون تفاوت رو شما می‌بینید با چیزی که دانشجویان اغلب در کارشون چه در پروپوزالشون و چه در کار رسالتشون در تومان چارچوب نظری مطرح میکنن که فاقد ارزشه چون اینا میان یک سری نظریاتی رو بدون توجه به موضوعشون پشت سر هم ردیف میکنن مرور میکنن و بعد میرن موضوع رو به یک شکل کاملا توصیفی بیان میکنن که این فاقد ارزش کانسپتوال هست و در نتجه برای کانسپتوالیزیشن باید از این را اقدام کرد حالا ما در بحث های آتی باز هم به موضوع برخواهیم کش با یک بحث کوتاه این شکل نمیشه مسئله رو به اتمام بزن و حتما شما نیاز دارید به منابع دیگه رجوع کنید به منابع مکتوب به خصوص رجوع کنید به کتاب های رفرنس رجوع کنید و این رو در خودتون قوی کنید و بیشتر منظور من این بود که یک آشنایی اولیه با موضوع در اینجا به شما